بکش بکش. این فلفل تند یا شیرینه؟ بابا تنده. اون همه غذا برای چی درست کردی؟ مثلا خوب نیست. خانم بفهم اینطور شی. آقا دست داد. بدش من. آقا نه، برای شما ضرر داره. آقا سیاوش بفهم. دست شما داره. بدارم. چی چی رو ضرر داره بریم بابا. آه نه خداشم به اشتباه شد بیا آه ترشی نکنین جواب آقای دکتر رو چی بدیم آه خداشم سر نگاه نذارین ترشی بخوره بفرمایید بابا چون کاری با ما نداشتی بفرمایید دیگه شما بخورید نمیخورن بفرمایید شما فهمید آه شما بخورید دیگه ای بابا چه کار این کارا داریم شما نفهمیدم آخرشم بابا به خاطر خود شما میگم خب گناه دارم گناه من دارم که بعد از یه عمری چشم به جمال یه دوره همی روشن شده چی چی رو گناه دارم؟ مثل که ما داریم یواشاش یه خانواده راستاستکی میشیم شکر خدا هر کاری که خدا میکنه یه حکمتی داره یعنی صلاح اینجوری بودی که ایشون زنده بمونه منم زنده بمونم تا امشب دوره هم باشیم ایشالله صد تو زنده باشی یه کارایی باید صورت میگرفت که دست من از گور بیرون نمونه یعنی من که بذار شما دوتا کسی رو ندارم هیچ آرزویی هم جز خوشبختی شما دو نفر ندارم تو خودت نمیدونی چه جواری هستی سیاوش شما لطف داری نباشید ولی آخر رو چه حسابی حرف میزنیم شما اونقدی که باید منو نمیشناسی عمو جون من که از پشت کون نیومدم که آدم خوبم تو زندگیم الحمدلله کم نیدم دیگه حالیمه که مردم ها نباید به جیبشون و بلبل زبونشون شناخت دیگه به یه جایی رسیدیم که میدونین از زندگی چی میخواین چی باید بخواین عمو جون میبینید حرف نباشه غذاتون بخورین سرد میشه به 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 آقای کیانی تو آسمونا دنبالت میگشتم رو زمین پیدات کردم پارسال دوست امسال آشنا چون نداری بدبختی بیچاره‌ای رو به موتی نه تو مثل که با این دستات منو تو گور نظری ولکن نیستی نه معلومه که ولکن نیستم تو خودت اگه جای من بودی 6 میلیارد طلبکار بودی چی کار میکردی؟ صد بار منو نداختی زندان خب اگه واسط پول میشه بنداز زندون سر نخارون بنداز نه دیگه نشد آقای نصیری پولشو میخواد شما اگه بیفتی زندان ایشون به پولش نمیتونه برسه شما اجرتو بردی به این آقای نصیری بفرمایید جسارتا نگاهشو ملایمتر کنه به خونه صاحب داره معلوم میشه آقای کیانی معلومه پاشایی که میشناسی اسناد مدارکش دستونه سر رو یه نگاه بنداز مطمئن میشی اگه راست میگی چرا جیم زدی اومدی تو سوراخ موش خودتو قایم کردی سوراخ موشه بی انصاف بدبخت اگه سوراخ موش بودم که پیدام نمیکردی انقدر پول خرجم تو پیدات کردم اینه که آوردی یه مامورم میوردی یک کاسش میکردی اگه قراره اینجوری من هر روز بچزونی که زندون بندازی بهتره ببین آقای کیانی نه اهل کلکلم نه اهل شلوغ بازی بازمونو خوش دارم بهت میگم من فقط پولمو میخوام از دست من نمیتونی فرار کنی آه بیا بک چیزی داره مال تو تعارف نکن ببین کیانی انقدر برام فیلم بازی نکن من هنوز سر حرفم هستم تو من 8000 بده خلاص وگرنه تا یک قرون آخرش حلقوم تو کشم بیرون نه مثل که معاملمون نمیشه آخرش ما رو بعد بندازی زندون میگم جون مادرت این کار کن ما که رو به موتیم یه ثوابی هم کردی بذار کوتاه بشه خلاص بشیم بره باشه اینجوری دیاره همین امروز و فرداست که خواب خوشو به چشت ترون کنم بزن بری دیگه از دست من نمیتونی فرار کنی کیانی سایه به سایه دنبالت هم سایه کم نشه بر خرمگس معرکه لعنت سلام سلام حاجی من بازنشستم اگه اومدی چای پولکی اصفهان بخوری یا علی بذار را برسم عزیز من اصلا ببین میخوام چی بهت بگم میدونی چیه
فکر کردم که یه کسی آتیش بیاره معرکه بوده، یه آدمی که قلقش داشته، یه آدمی که میدونسته چجوری خیال منصور مریض بکنه، یه آدم نامرد، یه آدمی که میدونسته این سخنچینی بوی خون میده. پس مسبب اصلی ریخته شدن خون پسر من همونه. اشتباه نیومدی؟ وکیل سیاوش پاشایی بود نه من؟ میخوای آدرس دفترشو بهت بدم؟ پاشایی رو میشناسم، نوری رو هم میشناسم، میدونم کجا اومدم. چی میخوای بگی؟ جفتمون به اون خدایی که تناب سیاوش رو برید ایمان داریم. شک ندارم که هر دومون از عقوبتش میترسیم. خلق اگه قرار به گفتن بود که گفتی بس. همین. خب منم شنیدم، دیگه چه میخوای؟ دیگه حساب وکیل و موکل بازی نیست. تکلیفم بود که بهت بگم، چون اهل تکلیفی، میدونم از زیر بار مسئولیت چونه خالی نمی کنی. شک ندارم برای جبران مافات اگر راهی باشه تو میتونی پیدا کنی. من دیگه بازنشسته شدم حاج آقا، بازنشسته. انشالله که عذرت خدا تو قیامت بپذیره. اومدی اینجا که چی بگی؟ انگار من هستم بدهکار شدم. نه بدهکار نیستی، وکیلتون بودم تا اون بره بالای دار که رفت. پاره شدن تناب سیاوش منو بدهکارش نمی کنه. جفتمون به اون بدهکاریم، کاری کردیم که گوشمونو بگیره به اون بفهمونه اون چیزی رو که ما در ظاهر میبینیم واقعیت نیست. نخیر آجی خجالت نکش، بگو فقط تو بدهکاری جناب جمشید نوری. خدا وکیلی حرف دلت غیر اینه؟ چون وکیلتون بودم حق نداره توپو بندازی تو زمین من. برای اینکه وجدانتو سبک کنی اومدی اینجا بگی من مقصرم که شب راحت تر خوابت ببره؟ به خدای احد و واحد میخواستم بگم که هر دوی ما مقصریم. از روزی که این مسئله رو فهمیدم شب و روز دارم استغفار میکنم که خدایا از سر تقصیرات من بگذر. اومدم بهت بگم که این سیاوش کی بود، چی بود، حالا خود دانی. یا علی. بفرمایید. عرق بیت مشکه برای قوت قلبه. دست شما درد. نو که اومد به بازار کهنه میشه دل آزار. قلب من قوه نمیخواد. آقا براتون ضرر داره. حرف این آمپول زنه رو جدی گرفتی تو؟ آمپول زن کجا بود؟ دکتر مونس تو خیلی هم دکتره. خیلی هم دکتره تو کشتن و تو گور گذاشتن آدما. با اسرائیل هم قرارداد داره. برو یکی دیگه بیار. برو. اصلا به من چه ربطی داره تو کارتون دخالت میکنم؟ میرم یه پارچشو براتون میارم. برو بیار. برو. تو نمیخوای حرفت رو با دخترم بود بزنی؟ من نگاه کن چته رو فرم نیستی؟ تنابم که برید من روش هیچ حسابی با نکردم. تو کوچه و خیابون هرکی منه میدید میگو بایی ولی آقا سیاوش دمت گرم، معجزه شده، کارت درسته، ولی هیچ که از این تو خبر نداره. آدم زندگی نیستم. سخت نگی به خودت امو جون، عادیه این حرفا. ببین امو جون، زندگی کردن واسه من شده عذاب، درد. هیچی هم نمیخوام، نه خواسته دارم نه آرزوی، فقط دلم میخواد این درد بی درمون آروم بگیره. همین شما اگه فکر میکنی سیاوش از وسط آتیش اومده دارین اشتباه میکنین. من تازه رو گل آتیشم دارم جز و جز میکنم. فقط خواستم بهتون بگم رو من هیچ حسابی نکنید.
من نه به درد شما میخورم نه رویا خانم. سیاوش از تو جز این انتظار ندارم امو جان، بایدم حالت این باشه، چه بخوای چه نخوای، دیر یا زود زلف تو باید به زندگی گره بخوره. متوجه شدی چی میگم؟ حکمت زنده بودن همینه. بچه‌م که به دنیا میاد چند روز اول گریه میکنه ولی بعدش میخنده. من میبینم اون روزی که داری میخندی، داری تبسم میکنی امو جان. از قدیم و ندیم گفتن آدم زنده زندگی میخواد. بله آدم زنده. بله آدم زنده. تو زندگی میخوای. ببینی امو جان، این حرفا دیگه تموم، سیاوش. آدم زنده زندگی میخواد، موندی که زندگی کنی، اینم زندگی. بسم الله. بله بله بله، خیلی عالی بود. اون آدم اولش اولدورم بولدورم زیاد میکنه ولی تو پیگیر باشی جان میخوره. اونو من میشناسم، نگران نباش. فقط یه نکته ای، هیچی من بعدا تماس میگیرم. با اجازه بابا، قرصاتون آوردم. ببینی دخترم، زندگی دوباره به من روی خوش نشون داد. بیا ببین. قرصاتونو بخوریم بابا. رویا چی شده؟ چیزی میخواسته بگی که نگفتی؟ راحت باش دخترم، حرفتو بزن. داشتم فکر میکردم که زندگی چه بلاهایی که سر آدم نمیاره. عجب، منظورت پیشنهاد دیشب من بود؟ آره؟ فکر میکنی کوچیکت کردم؟ نه، فقط داشتم فکر میکردم که من سیاوش دو جور مختلف تربیت شدیم، دو جور مختلف زندگی کردیم. عجب. دخترم، زن و شوهر نباید این هم باشن، باید همدیگه رو کامل کنن. ولی باید امید هم باشن، نه؟ قربون آدم چیز فهم. بابا یه سوال، شما داری من مجبور میکنی؟ نه نه اشتباه نکن، هیچ وقت من تو رو مجبورت نکردم، همیشه تو آزاد بودی. چرا؟ چون سالم بودم، روپا بودم، میدونستم اگر خطایی کنی جبران میکنم. این زمان بچگیات وقتی میافتادی دستتو میگرفتم پا میشدی و میدویدی، منم میخندیدم. ولی حالا حال روزم فرق میکنه. از عمر ندانم که چه باقی مانده است رویا. حالا میخوام بهترین انتخابتو کنیم. متوجه میشه چی میگم بابا جون؟ اینو به حساب خودخواهی نذار، به حساب نگرانی‌های پدری بذار که به ته خط رسیده و نگران تنها دخترشه. فهمش هم خیلی سخت نی؟ هر کی جایی هم باشه همین کارو میکنه. همه اینا رو گفتم که بگم اگه داری منو مجبور میکنین خوشحالم. تو که منو نصف عمر کردی بچه. ببخشید، حرف دلم و جور دیگه بلد نیستم که بزنم. پس دلت باهاشه، خوبه.
الله اکبر الله اکبر تکبیرت الاحرام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک همش فکر میکردم سختیش راضی کردن رویا باشه. حالا چه نگو سیاوش داره ناز میکنه. سیاوش اهل ناز کردن نیست. باید بهش فرصت بدی ترسیده. حالا تو ببین جناب مستطاب محمود خان کیانی با اون همه دبدب و کپکبه به چه پیسی گرفتار شده باید بیاد از یه بچه خواهش کنه با جیگرگوشش ازدواج کنه. میبینی؟ آخه تو هم که چقدر قصه جیگرگوشت داری. بمیرم برای اون جیگر کبابت. تو هم بابایی بچه دوست. حالا وقت مطلب گفتنه؟ نه والا دخترم آقا جون مالمه، آتیشش که نمیخوام بزنم. به خاطر یه بله گفتنش کم کم 10 میلیارد تومن میاد زیر سر باباش که به خاطر آینده خودش هم هست. بر منکرش لعنت. این هم یه مصیبتیه ما بشیم توی زیر زمین مطلب های جفنگت رو تحمل کنیم. به سر میاد این دوران ایشالله. برمیگرده اون جلال و جبروت جناب میم کیانی. من همش ترسم از اینی که دست آخر بهم گیر بدن که چرا این خونه رو به نام یه بدبخت پای چوبه دار کردی. آخه آن چیز که خار آید روزی به کار آید. خوشت اومد بهت گفتم اون اقرارنامه و توافقنامه با برادر مرحوم تو نگهش داری. نازش هستت نزدیک بود خرش مدتس لولفتن همش آتیش بزنن. که اگه آتیش زده بودی الان از این امیر سالار لالی مفلستر بودی. آره بابا بارکلا ببین منو حلالت باشه هرچی طال من عتیقی دی. دست درد نکنه. حالا اگه سیاوش بفهمه چی؟ از کجا میخواد بفهمه؟ نکنه بو ببره. محاله. اگه حواسمون جمع باشه نمیفهمه. وگرنه همین سیاوش بفهمه صاحب خونه چند میلیاردیه از این رو به اون رو میشه. پول کاری میکنه که یه شبه بشه دشمن خونی عموی مهربونش. و اگه به اون توافقنامه و اقرارنامه هم پی ببره و بو ببره که تو با باباش چیکار کردی خودش میشه یه پاشاکی شیشتونگ. البته ما هم خدایش کم بهش حال ندادیم. همین که من تو رو وکیلش کردم 2 سال اعدامش افتاد عقب. خب خیلی بدهکار منش کرده دیگه. بد میگن؟ بله نه خیر چون تناب برید. وگرنه خب لطف خدا شامل حالش شد تناب برید. لطف همین. زندگی بعضی وقتا به آدم لطف میکنه. یه ساز خوشتراش خوش صدای کوک شده رو بهت میده اما صدای از توش در نمیاد. این تویی که باید صداش در بیاری. هر چقدر تو نواختن ماهرتر و چیره‌تر باشی صدای دلنشینی از توش در میاد. اگرم صداشو در نیاری این لطفو بی اثر کردی و اگه بد بزنی این لطفو ضایع کردی. اگه تناب نمیبرید این خونه به تنها وارث سیاوش یعنی عمو جانش میرسید که تو باشی. اون موقع بود که نصیری سر میرسید همه رو یه جا ازت میگرفت و تو این ثروت یه شبم بهت وفا نمی کرد. پس باید از لطف دنیا تشکر کنی. باید سپاسگزار باشی. نصیری آدم زبلیه. میدونه کی کنار توه. هماجون پاشایی. به خاطر همینه که الان مالت بیخ گوشته. سلام علیکم نوری هستم. بفرمایید. بله آقای امیری حال شما چطوره؟ آقای قوامی چطوره؟ بله بله رسیده. چطور مگه؟ شما نمیخواین دست از سر ما بردارین؟ مثلا من بازنشسته شدم. به هر حال من ترجیح میدم استراحت کنم. Thank you.
سلام. سلام. همینجا صحبت میکنی؟ اشکالی داره؟ دفتر شما اینجاست مگه؟ بیرون از چهار دیواری دفتر و دستک بهتر میشه مشکلات مردم رو درک کرد. بله، موافقم. از پشت شیشه و دیوار هیچ صدایی شنیده نمیشه. خب از وقتی تلفن کردین اصلا نفهمیدم این چند ساعت چجوری گذشت. ماجرا چیه؟ من که هنوز حرفی نزدم. ترسیدن از جمشید نوری یه رفتار عادیه، دلیل خاصی نمیخواد. یه شهرت کاذبه. میدونین چقدر جنگیدم تا تونستم این مرکز رو اندازی کنم؟ کلی زحمت کشیدم تا تونستم مسئولین رو راضی کنم که زندان دخترای جوونی که خطاهای کوچیک و غیر اخلاقی دارن باید از زندان زنای بزرگسال جدا باشه. یکی از اون دخترها پریه. پری به زندگی برگشته و من به هیچ کس، حتی شما، این اجازه رو نمیدم که بابت اشتباهی که در گذشته مرتکب شده و به خاطرش 2 سال عمرشو گذشته آزار بده. پس عجب هیولایی هم من. این نتیجه‌ای که از رفتار شما میشه گرفت. باورم نمیشه فقط برای احوال پرسی تشریف آورده باشی. نه، برای این کار نیومدم. پس چی؟ پاره شدن تناب سیاوش خیلی چیزا رو به هم ریخت. خیلی چیزا رو روشن کرد. از جمله این که شاید شخص سومی تو این پرونده مسئول باشه. چطور؟ هنوز نمیدونم. یعنی شما دنبال این قضیه؟ خانم پویان، من با خودم عهد کردم که بازنشسته بشم. الانم به دنبال هیچ مسئولیت اداری یا قراردادی نیستم. اگر میبینید که عهد خودم رو شکستم، فقط به خاطر همین قضیه است. چطور شنیدین من چه هیولاییم؟ اما نشنیدین که هیچ وقت صداقت رو زیر پا نگذاشتم. من چی کار باید بکنم؟ تو این 2 سال هیچ وقت شد که پری حرفی، مطلبی، نکته ای راجع به اون روز بگه؟ چیزی که علاوه بر پرونده باشه؟ فکر نمی کنم. فکر کنید. اگه به مطلبی رسیدید منو خبر کنید. خدا نگهدار. بابا، یادتون رفته قرصاتون رو بخوری؟ قرصان مال زمانی که حالم خوب نی. الان اتفاقا حالم خیلی خوبه. سر حالم هستم. این نپوری رو در دست درد کن. دیگه باید کم کم به فکر مراسم باشم. لازمه؟ لازمه؟ من برای دخترم آرزو دارم. لازمه؟ من که بار اولم نیست بابا. سیاوش که بار اولشه. تفلک فقط نامزد کرده بود که این بلا سرش اومد. میدونم فکر ذکرتون منم. میدونم به فکر آینده من هستی. اما تو پیشنهادی که دادین یه جورایی به فکر سیاوش نبودین؟ یه جور محبت کردم به اون؟ خوشبختی تو برای من مهمترین چیزه بابا. اینو خودت هم خوب میدونی. حس من این بود که سیاوش میتونه شوهر خوبی برات باشه. یعنی اگه یک سر سوزن احتمال میدادم که سیاوش به دردت نمیخوره، محال بود بابا این پیشنهاد کنم. ولی اینکه میخوام به اون محبت کنم، آره آره، میخوام گذشته ها رو جبران کنم. شاید اینجوری بشه. میخوام کمکش کنم. البته میدونی چرا؟ میدونی چون تنهاش گذاشته بودی؟ کاش فقط این بود. کاش فقط این بود. من و عمو مسعود مرحوم دیه سهم الارثی داشتیم که همون اول کار توی کسب کار غلط به باد رفت. مقصرم اون بود. بعدش هم افتاد دنبال یه نزول خورو. اینو قبلا برام تعریف کردی؟ نه، همشو نمیدونی. نمیدونی بابا. یه پول کلونی نزول کرد به اسم من و خودش که البته من بیخبر بودم. از همینجا هم اختلافمون شروع شد. من راضی نبودم. گردنم نگرفتم. 2 تا را پیش رو داشتم. یکی این که نصف اون نزول رو گردن بگیرم و قبول کنم و پاش وایسم. راه دیگه هم این بود که شکایت کنم و از طریق قانونی ثابت کنم که من تو این نزول دخالتی ندارم. چاره دیگه هم نداشتم.
همین کارو کردم. عمو مسعود تفلک افتاد زندان و همونجا هم دق کرد مرد. من کاری کردم که فکر میکردم به نظرم درسته، ولی خب به جاش برادرم از دست دادم. اگه اون نزول قبول میکردم وضعیت یه جور دیگه ای بود. سیاوش تفلک توی یتیمی بزرگ شد چون من میخواستم آدم خوبی باشم، خودم رو نمیبخشم ایش موقع. حالا فهمیدی چه دردی تو وجودمه بابا؟ گذشته ها گذشته، دیگه بهتر فکرشم نکنی. دارم همین کارو میکنم. وقتی خوشبختی شما دوتا رو ببینم بابا همه چی فراموش میشه. انشالله بابا، انشالله. این قرصتونم بخوری. دست درد نکنه. پارسان 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 بابا پارسان هیچ کدومه یه اتفاق نمی افتاد. سلام. سلام. ولی افتاد. پاشو مامان. پاشو بریم. ناصر دنبالته. هنوز دلش صاف نشده. اشکال نداره بذار دنبالم باشه. شاید دیگه اصلا فرصتی پیش نیاد که همدیگه رو ببینیم. مامان این آقای کی بود؟ دوست بابا منصور. تو میتونی